السلام علیکم شاگردای عزیز و لایق صنف اول، روز شما بخیر. خدا کند که یک روز خوب و خوشی را آغاز کرده باشین. شاگردان عزیز، امروز ما در مضمون آموزش قرآن کریم از صفحه پنجم درس پنجم را میخوانیم. خدا کند که در درس چهارم کدام مشکلی نداشته باشید. درس چهارم ما ح جیم ح خ را خوانده بودیم، سه حرف خوانده بودیم. امروز در درس پنجم که از شاگردان عزیز دل ذل میخوانیم. کدام حرفه؟ دل ذل، دل ذل، دل ذل، دل ذل. خواندنش یاد گرفتیم. خواندنش چی بوده شاگردان عزیز؟ دل ذل. تکرار کن. آفرین، ماشاءالله چطور خوب تلفظ کرد. دل ذل، دل ذل. شاگردان عزیز، حالا خواندنش یاد گرفتیم چی بودن؟ دل ذل بودن. نوشتنش یاد میگیریم. دل ذل چطور نوشته میشه بعد؟ شاگردان عزیز، حالا ما چی میکنیم؟ دال را نوشته میکنیم. ببین از این قسمت میگیریم، در یک قسمت میاریم. چی است؟ دل. بازم نوشته میکنیم. چی است؟ دل. آفرین، نوشته که؟ اینه دل. بازم نوشته میکنیم؟ دل. دل بودن. حالا چی میکنیم؟ ذل نوشته میکنیم. دال نقطه نداره، دال کس بالاش؟ ذل. خب شاگردان عزیز، نوشتن ذل هم مثل دال هست. از این نقطه میاریم، در این نقطه کش میکنیم. تنها تفاوتش همی است که ذل یعنی یک نقطه اضافه داره. ذل. آفرین، نوشته کنین. اینه ذل. شاگردان عزیز، حالا ما به شکل ساده نوشتن یاد گرفتیم، حالا با قلمای خود به شکل رنگه نوشته میکنیم. دل ذل. شاگردان عزیز، حالا دال رو نوشته میکنیم. ببینین، شما هم قلمای رنگه ایتان رو بگیرین، مثل که من چطور نوشته میکنم شما عینا همان قسم نوشته میکنین. هیچی هست؟ دل هست. حالا رنگه میکنین، شما دلتان از هر رنگه که خوشتان آمد با همون رنگ رنگه نوشته کنین. از پنسلک های رنگه بگیرین، خوبش میاد خطتان. ذل. چی هست؟ ذل، ذل. حالا دال شد، بالایش نقطه میمانیم. ذل، 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 ذل. تلفظ کنین ذل. نوک زبانتان را با دندانهای پیشروی بالا که است میچسبانین. ذل، ذل. شاگردان عزیز، این بود درس پنجمتان. شما درس پنجم رو خوب اول تلفظش یاد میگیرین خوب منظم، بعد از تلفظش خواندن تلفظش نوشتنش یاد میگیرین. چطور نوشته میشه در کتابچه ایتان منظم در یک صفحه نوشته میکنین. و سلام، بای بای، روزتان بخیر.